با سلام من کیانوش توکلی مدیر و صاحب امتیاز سایت و شبکه ویدیوی ایران گلوبال هستم دیروز 17 مرداد روز خبرنگار در جمهوری اسلامی بود که البته ما هم به خبرنگاران ایران تبریک گفتیم اما واقعیت این هست که چرا جمهوری اسلامی روز 17 مرداد رو روز خبرنگار نامید داستان برمیگرده به سال 1377 روزی که یکی از خبرنگارهای ایران به نام محمود سارومی به همراه هش کارمند کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان توسط طالبان به قتل میرسند و در اون روز خیلی خبرساز بود و خیلی هم انکاس وسیع در ایران و جهان داشت اما روزی که یونسکو در واقع به عنوان روز آزادی مطبوعات در جان اعلام کرد سوم ماه می هر سال هست تو این رابطه به هر حال ما بد نیست که یه آماری رو ارائه بکنیم ایران همچنان جزو پنج زندان بزرگ خبرنگاران هست و جایگاه ایران در بین 180 کشور رده 164, کش... 164 هست نروژ اول و کره شمالی در واقع در ردیف آخر قرار داره. آمریکا هم در رده 45 هست تمامی آمارها توسط خبرنگاران بدون مرز در واقع بررسی شده در سال در سال گذشته 80 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدن موضوع دیگه ای که در ایران خیلی محبوبیت پیدا کرد مسئله شهروند خبرنگار هست و ما در تظاهرات معروف ده 96 شاهد این قضیه بودیم که بسیاری از شهروندان حکم در واقع خبرنگار رو داشتن و هم اکنون از دو سوم زندانیان خبرنگار در ایران رو همین شهروند خبرنگار تشکیل میده هم هایی که مثلا برای مسیح علی نجات فیلم و عکس میفرستن در این واژه شهروند خبرنگار میگنجن اما برگردیم ببینیم که با توجه به تنشی که بین ایران از یک طرف و کشورهای مثل امریکا کشورهای عربی و اسرائیل در طرف دیگه هستند و نگاه بکنیم که چه جنگی در بین این دوتا جریان قرار داره هم ایران دست به پروپاگاندا جعل اخبار میزنه که نمونهش همین مستندی که الان شما دارین راجبه مازیار ابراهیمی رو مخصوصا که با جیار گل داره صحبت میکنه و این مستند بی بی سی مثل بمب در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران پرکید. یعنی جمهوری اسلامی الان نمیتونه ادعا بکنه که حرفای مازیار ابراهیمی نادرسته چرا اگر درست بود با توجه به اینکه مستندی رو صدا و سیما درست کرده بود در سال 91 تد عنوان کلوپ ترور و داستانهایی رو درست کرده به دهان اینها گذاشت که شما اینجوری بگین خب اگر اینها دانشمندان هسته ای رو ترور میکردن پس چرا بعد از 26 ماه یا سه سال اینا رو آزاد کردین و همه اونهایی که به جرم کشتن یا ترور دانشمندان هسته ای در ایران زندانی شده بودن و پس اون آزاد شدن خب این هست از طرف دیگه هم این خبر نشون میده که رسانه های مثل صدا و سیما که پشتیبانی یک دولت یک حکومت رو با خودش داره چگونه به صلا در خدمت ترین جناه خودش قرار میگیره و اگر تضاد بین اطلاعات سپا و وزارت اطلاعات نبود این بیچاره ها همه اعدام میشدن بدون اینکه اصلا به صلاح از ماجرا خبر داشته باشن چه برسه به در واقع عملیات ترور دانشمندان ایران در طرف مقابل هم واقعیت اینه در مقابل اپوزیسیون هم کسایی هستن که دست به جعل اخبار میزنن و دروغ میگن به طور نمونه چند روز پیش آقای علی جوانمردی که میگه من خبرنگار مستقلم و دارم صحبت میکنم مربوط به صدای آمریکا نیست و مطرح میکنه که دو چند هواپیمای اسرائیلی اف 35 رفتن در قم و کرج رو بمباران کردن و تعدادی رو کشتن خب کسی نیست از این آقا بپرسه که شما که خبرنگار صدای آمریکا بودین چرا صدای آمریکا صدای اسرائیل دیگر کشورهای منطقه هیچ کدومشون اشاره نداشتن اصلا از اونم گذاشته مگر مردمانی که تو کرج هستن هم هم تو دستشون یه دونه آیفون یا تلفن اسمارت دارن در قوم اینور هیچکی نبود ببینید بمباران رو مثلا یه عکسی بگیره فیلمی بگیره ببینید اینا دقیقا در خدمت این کسایی که مثل علی جوان دقیقا در خدمت دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی هستن برای اینکه میخوان بی بکنن یعنی مردم رو به رسانه های خارج کشور به رسانه های اپوزیسیون بی کنن در حالی که مثلا خبرگزاری های مثل ایران اینترنشنال یا بی بی سی اینا دارن حرفه عمل یعنی میکنن اگر گرایش سیاسی هم دارن گرایش سیاسی یا میذارن کنار یا اون رو پنهان میکنن نه مثل صدا, صدا و سیمای جمهوری اسلامی که میره در زندان اوین یا رو میبینه که در دقیقه دقیقه دوربین رو قطع میکنن و بهش میگن نه اینجوری بگو اونجوری بگو خب اینها تمام رشته هایی رو که در واقع چیز کرده بودن با این مستند صدا و سیما پنبه شد و هر حال روز خبرنگار رو توضیح دادم امیدواریم که ما چشم امیدمون به شهرون خبرنگار هست که برای مردم برای رسانه های خارج کشور داخل کشور بتونن فیلم و خبر بفرستن تا ما صد سانسور رو در ایران بشکنیم شب روزتون خوش